برای اینکه بتوانیم افراد وفادار باشیم، در ابتدا باید لحظه فکر کنیم به قولهایی که دادیم عمل نکردیم. من از این قولها دادم عمل نکردم. نه شما دارم، من که دارم تلویزیون ها میبینه، فیسبوک میبینه، اگه چنین کاری کردید نمیخوام دستتون بره بالا، لطفا لحظه سرهای خودتون کن. عزیزان که روی فیسبوک هستن، روی شبکه هستن، شما هم نیست سرهای خودتون رو خم کنید. خواهش میکنم با خودتون رو راست باشید، با خودت رو راست باش، برو در حضور خدا، ببین کجا قولی رو دادی. حتی به خودت اگر قول دادی، به خودت قول دادی نتونستی انجام بدی. نمیگم نخواستی، میگم نتونستی. به همسرت قول دادی نتونستی، به بچت قول دادی نتونستی، به پدر و مادرت قول دادی، به دوستت قول دادی، به کلیسا قول دادی، به مسیح قول دادی، نتونستی. پتروس هم نتونست، ترس اجازه نداد پتروس درک درستی داشته باشه و این توانایی رو داشته باشه. ولی وقتی که توبه کرد، وقتی که از روح القدس پر شد، توانست آن عهدی رو که بسته بود رو انجام بده. توبه کن در حضور تمام آنچه را که نتونستی، توبه کن در حضور او. درسته از زمانش گذشته، دیگه الان دیر شده، بعضی از قولها و وعده های ما گویا که دیگه یه زمان نیست. بسپار تو دست خدا، چون قراره برگردی، قراره امروز برگردی توی اتوبان عدالت خدا که رابطه تو با خداست. همه رو بسپار. حالا اونهایی که به تو قول دادن، اونهایی که به تو وعده دادن، اونا رو هم ببخش، اونا رو هم بسپار تو دست خدا. اونا هم مثل من و تو که قول دادیم نتونستیم، اونا هم نتونستن، اونها هم نمیتونن. بپذیر به هر دلیلی، اونها رو ببخش. امشب اجازه نده وجود فکر و ذهن و احساس تو با افکار خسته و کینه به خواب بره. بذار با یه بخشش، بذار با یه عشق، همه رو همینجا تسلیم مسیح کن. چه وعده هایی که نتونستی تو انجام بدی و چه وعده هایی که دیگران به تو دادن. شاعر میگه خوش است آن قول که با فعل هم زبان باشد، یعنی به زمان خودش. حدیث توبه مگو، حدیث توبه مگو، چون دلت پشیمان نیست. اگر دلت پشیمان نیست، بدون نتوانستی خودت رو تقدیس کنی و به جایگاه درست بیستی. و اینک از خداوند بخواب که وجود تو از روح القدس لبریز کنه. هر کسی شروع کنه برای خودش دعا کردن که خداوند من رو از روح القدس یک بار دیگه لبریز بساز، تا به قولهای خودم وفادار باشم، به عهدهای خودم وفادار باشم، حتی بتوانم آنانی که با من عهد بستن و انجام ندادن اونها رو ببخشم، و نیز من حتی بتونم اونها رو کمک کنم، درکشون کنم چرا به وعده هاشون نایستادن. الان میتونه وقت شفای تو باشه، وقت آزادی تو باشه. اصلا تو به خاطر همین اومدی تو کلیسا امروز، تو اومدی که شفا بگیری. مسیحیت یعنی این که مدام شفا گرفتن و در سلامتی زندگی کردن. بپذیر افکار پراکنده تو رها کن. منم نبین، خدا داره با تو صحبت میکنه، نه انسان. بذار صدای روح القدس رو بشنوی. از من که انسان هم نشنو، از روح القدس بشنو. با تو کار داره. عبور کن از اون جایی که دیگران به تو بدقولی کردن، عبور کن از اون جایی که خودت هم قول دادی. حالا خودتو سرزنش نکن، آزاد شو. خدا این آزادی رو به تو داده و روح القدس میخواد تو رو برکت بده. اما پوری روح القدس رو بطلب، و همه اینها را در نام عیسی مسیح می‌طلبیم. آمین.